سوال بسیار مهم به خصوص در شرایط کنونی استاد عزیز که واقعا از قابل اهمیت برخورداره. متاسفانه در گوشه و کنار کشورهای اسلامی وقتی نگاه میکنین واقعا اگر انسان حق رو بگه حق ستیز نباشه، مؤمن باید حق شنو، حق بین، حق پذیر، حق گو باشه. هر مؤمنی که این چهار صفت نداشته باشه اون مؤمن شده نمیتونه. حق شنو، حق بین، حق گو، حق پذیر، مسئولیت ماست. در بسیار از موارد میبینیم که حقوق این قشر عظیم واقعا زیر پا میشه، یعنی او حقی که حتی اسلام داده همو هم داده نمیشه. مثلا یک نمونه بسیار کوتاهش، اسلام برش حق آزادی داده، در چوکات مشخص بسیار مردم حق آزادی رو سلب میکنن. اسلام برش حق تعلیم داده، در بسیار از موارد هنوز جالب است که امروز در قرن 21 مردم در تسخیر مریخن. در افغانستان اختلاف سر زیست که آیا رفتن زن به مکتب و پانتون جواز داره یا نداره، یعنی آیا درس خوندن زن جواز داره یا نداره، روی قضیه بحث اختلاف است. از حق تعلیم او را محروم میکنن در بسیار از موارد، از حق انتخابش او را محروم میکنن. اسلام برش حق انتخاب داده، حق انتخاب در مورد لباس، در مورد خوراکی ها، در مورد ازدواج، در مورد تعلیم، در مورد حتی اگر زمینه مساعد باشه که عزت و عفتش زیر سوال نره، در مورد کار حقش اسلام اجازه داده، اجازه را ممنوعیتی نیست از نظر اسلام. حتی شما میبینید در بعضی از موارد مثل که در سوال پیشتر اشاره کردم که فرزندی که جمله حقوق مشترک است بین زن و شوهر در بسیار یک طرفه قضاوت میشه. زمانی که یک فرزند تولد میشه برای مادرش کسی اجازه نمیده که در نامگذاری ایزی به سلام در شادی و خوشی ایزی حتی سهمی نداره. مرد میگه که نمی پسر خودم است، حتی مرد رو خب بگذار صاحب خانه که بسیار کسایی هستن که بیرون از فامیل اونا تصمیم میگیرن که به اصطلاح نام ایزی باید چی باشه، چنین باشه، چنین باشه، از این حقوق محروم است. ولی در حدیث ما داریم که یک سلسله حقوق مشخص پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده که حق زن است. یکی از صحابه گفت که یا رسول الله زنان ما بر ما چی حقی دارن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن از چیزی که میخورید به اونها مصرف کنید، یعنی نفقه. نفقه حق زن است. حتی فقها میگن بر روی توان مرد است. یک کسی که 1,000,000 دلار سرمایه داره از 1,000,000 دلار باید به اون نفقه بده. یک کسی که 10,000 افغانی داره از 10,000 افغانی، کسی 10,000 افغانی داره از 10,000 افغانی، هر کس طبق همو توانش. ای به این معنی است که من یک معیار و یک چیز به اصطلاح موقوف باشه. نفقه زن چیزی حق زن است. پیامبر میگه چیزی که میخورید به او بدهید. دوم پوشاکش، چیزی شما میپوشید به او هم لباس بدهید، حق لباسش است. و در اینجا یک نکته قابل یادآوری است که بعضی از خواهران زیاده روی میکنن، واقعا فکر میکنن که به اصطلاح حق ماست. کدام لباس؟ لباسی که اول در وسعت و توان شوهر شما باشه، دوم از لحاظ شرعی مشکل نداشته باشه. بسیار از لباس پوشیدن های خواهرای ما امروز مشکل داره. حتی شما میبینید در بازار بعضی دختران لباس هم مردان استفاده میکنن، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه لعنت خدا بر اون مردی که خود تشبیه زن میکنه به اون زنی که خود تشبیه مرد میکنه. یا لباسی که در توان شوهرش نیست، یک لباس شما امروز تا 50,000 افغانی به بازار لباس است. خب کدام عقل و منطق سلیمی را قبول میکنه؟ یا مثلا در هر ماه 4 عروسی ممکن بشه، شما در هر عروسی یک جوره کالای نو تقاضا دارید، به او یک جوره کالام 10,000 تا 15,000 قیمتش است، ممکن شوهر بیچاره توانش نباشه. لباسی که در توان شوهر باشه حق زن است. و نکته بعد چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله تاکید کرده، حسن معاشرت خوب از جمله حق زن است. شما ببینید یک نکته استاد عزیز، وقتی انسان فکر میکنه از لحاظ دین چقدر این دین تاکید کرده، پیامبر میگه خیرکم خیرکم لأهلی و انا خیرکم لأهلی. بهترین شما، نگفته بهترین شما عالم شماست، انجینر شماست، دکتر شماست، تاجر شماست، قدرتمند شماست، نه، بهترین شما کسی است که با فامیلش رفتار خوب داشته باشه، معاشرت خوب داشته باشه. حسن معاشرت با همسر یکی از جمله حقوق همسر هست. حتی وقتی در قرآن نگاه بکنید، از اول قضیه زندگی تا ختم قضیه زندگی بین زن و شوهر چیزی و کلمه‌ای به اسم خشونت وجود نداره در قرآن. هر جا قرآن تاکید کرده عاشروهن بالمعروف و آتوهن اجورهن بالمعروف و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، حتی در اخیر میگه اگر قضیه به جای رسید که طلاق هم میشودین، همون طلاق هم با معروف، طلاق مرتان فی امساکم بی معروف. بعد از طلاق هم یک قضیه است به نام متعه در بین فقها، میگه ولی المطلقات متعهن بی معروف. این بی معروف یعنی پسندیده، طریقه خوش، با اخلاق، با ادب، با برخورد خوب باید با زن به اصطلاح معاشرت بکنید، زندگی بکنید. ولی متاسفانه در بسیار از فامیل های امروز میبینید که بسیار مشکل است. یک مرد فکر میکنه همین به مجردی که برای خانمش نفقه داد، برش لباس داد، دیگه خلاص همه چیز حل میشه. نه، حسن معاشرت، برخورد نیکو با همسر خیلی در اسلام تاکید شده.
به مراتب جایگاه بالاتری از لباس و از خرج و نفقه داره. و حق دیگری که در حدیث تاکید شده، چهارمین حقی که در حدیث بیان شده، پیامبر هم میگه برش خانه تهیه کنید. این نکته خیلی مهمه، اینجا باید یک تذکر داده بشه. در بسیار از جاها بین ما مسلمان ها رواج است، رایج است، یک نفر شما تصور بکنید 10 پسر داره، هر 10 از اینا رو زن میده، همه در یک خانه با هم زندگی میکنن، این برای خود ننگ میدونه که پسرایش از او جدا بشه، هر کدام خانه مستقل داشته باشه و به اصطلاح با خود زندگی مستقل داشته باشه. در حالی که قرآن تأکید کرده میگه خانه حق زن است، خانه حق زن است، نفقه حق زن است، لباس حق زن است، حسن معاشرت حق زن است، او زن حق داره خانه شخصی داشته باشه، حداقل اگر خانه شخصی نداره یک خانه جدا از دیگه فامیل داشته باشه. بعض ملحوظاتی در شهر هست که امروز ما او رو متاسفانه زیر پا کردیم. شما تصور بکنید وقتی پیامبر میگه خانه حق زن است که باید برش یک خانه داده بشه که در او زندگی بکنه، به خاطر چی؟ به خاطر وقتی یک پسر و دختر با هم عروسی میکنن، در سالهای اول ازدواج عروسی کردن، بعد از ازدواج عروسی کردن و به خانه آمدن، اینها ممکن نیازهای بسیار مهمی دارن که باید دور از دید دیگران باشه. یقین. شما تصور بکنید مرد از زنش توقع داره که زنش برش آرایش بکنه. خب این زن به داخل خانه‌ای که 10 مرد نامحرم باشه چی تو گنجی آرایش بکنه؟ سبحان الله. یک مرد توقع داره از همسرش که به اصطلاح یک لباسی به انتخاب خودش بپوشه، یا مثلا کوتاه‌تر یا چستر، در صورتی که در پیش شوهر باشه مشکلی نیست، در پیش شوهر خانم هر نوعی لباسی که استفاده کنه برش مشکلی نیست، خدا کنه کوتاه باشه، چست باشه، پایین باشه، بالا باشه، پیش شوهرش باشه برش مشکلی نداره از لحاظ. خب مرد توقع داره خانمش این گونه لباس بپوشه، خب این خانم بیچاره چطور ببینی این فامیلی به اصطلاح 15 شون زنفری در اونجی بچه کاکا میایه و بچه ماما میایه و بچه خاله میایه و میره، به اصطلاح برادرای شوهر هر کدامشون به اصطلاح جوانای قوی، خب این چی گونه به اصطلاح با شوهرش دوست داره؟ پیامبر میگه با همسرتان بازی بکنید، ساعت تیری بکنید. خود پیامبر عملا با همسرانش ساعت تیری کرده. ما در حدیثی صحیح داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه ام المؤمنین عایشه مسابقه دوش گذاشتن. خب این زن داخل این خانه چی گونه با شوهرش سرتیری بکنه؟ شما تصور بکنی؟ بناهن این چیزی است که عرف ما، دین نیست، و الا دین میگه که به مجرد عروسی زن حقش است که خانهش جدا باشه. امام شافعی رحمه الله به مجرد که پسرش عروسی میکنه، به همون یک روز دو روز اول دستش میگیره با همسرش بره جای تهیه میکنه، میگه بچه منال زندگیت بکن، از این به بعد او همسرت، او خودی، هر ترتیبی که میخوای در زندگی تصمیم بگیری. ولی متاسفانه جوان ما 40 ساله میشه، موی سفید میشه، هنوز در خانه سهمی نداره. بله. در اونجی به اصطلاح سهم از کیست؟ مادر تصمیم میگیره، پدر تصمیم میگیره، کاکا تصمیم میگیره، اقربا تصمیم میگیرن، خواهر تصمیم میگیره، عمه و خاله تصمیم میگیره. باز اگر این جوان از حقش دفاع کرد، میگه این نافرمانی از والدین کرده. بله. صلاحیت والدین تا جای محدودی است که شرع به اونها حق داده. یک کسی میتونه جدا بودن از پدر و مادر، اگر خانهش جدا هم باشه با پدر و مادرش خدمت بکنه، میتونه با اونها کمک بکنه، میتونه با اونها احسان بکنه، میتونه از این طریق هم با اونها خدمت بکنه. بنابراین جنبندی میکنیم حقوق زن، حقوق مشخص زن: اول نفقه، دوم لباس، سوم خانه، چهارم حسن معاشرت، پنجم حرمت و احترام، چیزهایی که در بحث پیشتر گفته شد که اون از جمله حقوق مشترک است. اینا جزء حقوق زن هست. و حقوق دیگری هم که بسیار مهم است، مشورت با زن است. حق داری با همسرت در زندگیت مشورت بکنی، او حقش است. تو که از پیامبر که علیه السلام بالاتر نیستی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله با همسرانش مشورت میکرد در بسیار از عرصه ها. حتی در یکی از قضیه های مبارز، داستانش بسیار طولانی است، من خلاصه مطلبش رو در صلح حدیبیه، رسول الله صلی الله علیه و آله با یک مشکلی برخوردن که حتی یک از جمله غم و اندوهای بسیار بزرگی در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. ولی وقتی که با ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها مشورت میکنن، این قضیه مشورت در نتیجه با مشورت پیامبر صلی الله علیه و سلم این مشکل حل میشه. ام سلمه با رسول الله مشورت دادن، با مشکل حل شد. بنابراین با همسرانتان مشوره بکنید، مشیری که زندگیتان است، در زندگی طوری باید با هم پیش بروید که به اصطلاح خدای ناکرده کدام کمی و کاستی احساس نشه، کدام دوری احساس نشه، فاصله ها را بردارید، با هم نزدیک بشوید. شما جنس واحد هستید. الله تبارک و تعالی میگه شما را از یک نفس واحد آفریدم و از وجودی شما به شما همسر آفریدم. چگونه در برابر همسر بی تفاوت باشید؟ موفق و مؤید باشید.